سلام، های چطوری؟ با یه ویدیو من خوش اومدید. اصلا سبسکرایب تا ویدیو های من رو بهتون میگم که به یه نگاهی بچر من بیاندازید. اگه دوست داشتید ویدیو من رو نگاه کنید، داشتید لایک کنید، داشتید سابسکرایب کنید. بریم به این ویدیو. امروز قرار براتون یه دونه ویدیو استادی بیش میگیرم که کلا قرار یه روز درس خوندنی باشه و الان صبح بیدار شدم و با هم دیگه یه دونه صبحونه بخوریم و بزنید بریم با دوستام کتابخونه. توی سیتی سنتر یه دونه کتابخونه خیلی بزرگ هست که خیلی خوشگله و خیلی استتیکه و واقعا جون میده برای درس خوندن. حالا قرار با هم دیگه بریم اونجا بشینیم، یه چند ساعتی درس بخونیم، حرفایی میزنم راجع به درس خوندن و روشای درس خوندنم و آره دیگه کلن. داریم میریم کتاب خونه، قرار بود ساعت 9 بریم، ساعت 10 و نیمه دوستان، 10 و نیمه، 10 و نیمه. من نه 9 منتظرم بریم کتاب خونه. بچه ها یک کوچولو دیر بیدار شدن، یک کوچولو. اصلا از جمله خودم اصلا مهم اینه که میخوام درس بخونم. آره نم قهوه. چه عزیز، اینجا منچستره، اینجا میتونی جای کارتون خوابا رو ببینید جلوی لایبرری. بعد میتونید یک سری از اون طرف یک سری آدم ببینید که دارن ویدیوی تیک تاک میگیرن. آریان جان با یه سرعت بسیار زیاد در جلوی ویدیو رد میشه، داریم میگه داریم میریم کتاب خونه. حالا داشتم میگفتم اینا دارن ویدیو تیک تاک میگیرن جلوی اینجا. اینجا منچستره. چی؟ بریم درس بخونیم؟ از اینکه همه نگاه میکنن خجالت میکشن. نه خب ببین، بخوای از این کار انجام بدی نباید خجالت برات معنی داشته باشه. قسمت کوایت رو میشه که آدم ها میشن اینجا فیلم میبینن، ولی خیلی زیادی ساکته، واسه همین عمرم بریم بشینیم که درس بخونیم. خب سشن اول 50 دقیقه درس خوندن تموم شد، بعدش 10 دقیقه استراحت کردم که در واقع میشه برای من استوری گذاشتم و این چیزا تو گوشیم کردم. الان دوباره ساعت 12:10 دقیقه است تا یکی اینا دوباره درس میخونم و دوباره 10 دقیقه یا ربع ساعت استراحت میکنم. براتون میگرفتم که استایل فرانسوی داشتم براتون توضیح میدادم. الان میخوام کارامو بکنم و با هم دیگه بریم باشگاه. توی امروز که از ساعت 10 و نیم که رفتم کتاب خونه تا ساعت 2 اینا من تو کتاب خونه بودم، تا ساعت و نیم درس خوندم. کارامو بکنم با هم دیگه بریم باشگاه، بعد برگردیم بریم حمام، بعد بریم شام خوابگاه رو بخوریم، بعد دیگه ببینیم چی میشه. همین دیگه. آماده شدم. این از استایلم. بریم استایلیم و پر آب کنیم و با هم دیگه بزنیم به باشگاه. امروز فکر کنم بالا تنه بزنم، به خاطر اینکه دفعه قبلی که رفت دادم باشگاه که میشه 3 روز پیش پایین تنه دارم. بزنید بریم باشگاه. من از باشگاه برگشتم، مودم اونچنان بالا نبود و مثلا نزدیک یک ساعت و نیم یک ساعت اینا تو باشگاه ورزش کردم، ولی خب خودم راضیم که با اینکه مودم زیاد بالا نبود رفتم و ورزش رو انجام دادم. رفتم حمام، بعدش هم ویدیو ادیت میکردم. الان هم منم ناخونامو میخوام درست کنم، میخوام ناخونامو کوتاه کنم. میدونم خیلی بعید است باشه، میشه ناخونای انقدیم که از هفتم که بودم که از هفتم کاش میکردم و به ناخونه انقدیم معروف بودم، ولی بعدا که دیگه ناخونه هم مثلا اینجوری تیز خیلی نرمال شد، الان دارم قشر کوتاه کنم. نمیدونم چرا ولی وایبم به اینه. حالا موندم کوتاه مو قرمز بزنم یا سرمه ای.
رسیم دوباره به قسمت سختش، یعنی انجام دادن دست با دست چپ روی دست راست. نمیدونم چرا حوصله‌ام اینجوری شده. یکی از دستام تموم شد و آبیش کردم و این یکی رو الان دارم لک میزنم دیگه، آخراشه. سیلم دارم ناخون درست میکنم. داشتم با دوربینم اینجوری حرف میزدم، ناخونامو درست میکردم، ناخونامو کوتاه کردم. نمیدونم اون بودش نبودم ناخونو بلند داشته باشم. الان داره دست با دست چپم میخوام کمکت کنم. نه ان شاء الله دیگه آخرش، الان چیز آخرش بود. این دستم رو نگاه کن، اینو نگاه نکن، اینو نگاه کن. من همیشه از چپم هم بهتر. همین پیتزا. اوه 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 زدی؟ نه هنوز نزدم، صاحب کرده بودم شما بیاییم بعد شام بخورم. اوکی اوکی یه نمیم من تمام اینو الان بذارم تو دستگاه. این یک دقیقه توی دستگاه باشه، بعد روش تاپ کات بزنم بعد میام. آب داره؟ نه دقیقا همه هم دارم. وای سبا این استایل تو یه بار پر آب من نخوردم هم، یا آبشو خودم تمام میکنم یا آبشو بقیه تمام میکنم. شبی دلم شیرینی کشیده و خیلی رندوم اومدم دارم شیک پروتئینی درست بودم که توش موزه، کره بادام زمینی با پودر پروتئین با وانیل و دارچین. دارم شیک درست میکنم. دوستان یاد بگیرید من دارم ولگ هالووین رو میبینم، تو ولگم هستم. فنای سبا یاد بگیرید کافه انگلیس ها. ترنجبین رو از توی عطاریه توی ایران خریدم که باید بذاری توی آب و جوش یکم بمونه که دم بیاد، بعد میخوریش ناشتا. نه باعث بهتر شدن مو و پوست و لاغر شدن اینا میشه. صبحونه رو که درست کردم، صبحونه پنکیک پروتئینی درست کردم که یکی از که خیلی دوستش دارم که توش موز و اوتمیل و یه دونه تخم مرغ با مثلا در حد یک قاشق شیر یا حالا شیر بادوم، بعد روش هم با کره پسته تاپین کردم، با یه دونه هم تیکت گذاشتم. حالا میخوام برم ماچا درست کنم و بعد همه رو بردارم ببرم تو اتاقم و بشینیم هم دیگه درس بخونیم صبح بخوریم. ماچا خیلی خوبه، اینه که ماچا یه درصد خیلی پایینه، تقریبا میشه نصف قهوه کافئین داره، ولی از اون طرف کافئینش مثل قهوه نیست یه دفعه ببره بالا بیاره پایین، و کافئینش برای مدت طولانی توی بدن میمونه و آدمو سرحال میکنه. درصد این که مثلا آدم بدنش بتونه به ماچا معتاد بشه خیلی کمه، مثل قهوه نیست که اگه نخور سر درد بگیری و مثلا این چیزا که قبل من به قهوه معتاد بودم. نماشی رو بادام اینو میخورم. یه چیز دیگه که رول ماچا هست اینه که اگه توی مدت طولانی بخوری میلی به شیرینی تو کم میکنه. چون یه نوشیدنی بخوری کافئین داشته باشه میلی به شیرینی تو هم کم کنه. خب من از صبح که بیدار
بیدار شدم یعنی تقریبا ساعت 10 اینا داشتم تا ساعت 2 کاملا درس میخوندم که تقریبا میشه نزدیک 1-3 ساعتی من داشتم درس میخوندم. بعدش الان دیگه دارم آماده میشم که با هم دیگه و با دوستان بریم رستوران ایرانی نهار بخوریم. شدم اینا از استایلم، بعد این کورست ایرانی تورم پوشیدم چون دارم میرم رستوران ایرانی و گفتن که یه کوچولو ایرانی تور باشه. چرا که نه، همیشه پیش از میتونیم استایلی که دوست داری رو داشته باشی. ولی خب رسیدیم رستوران ایرانی دربار. من میخوام باقالی پلو رو ماهیچه بگیرم. باقالی پلو با ماهیچه.